مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورین. آقای نخل احمدی خوش آمدید. میدونم که شما مرتب با فعالان در ارتباط هستید. چه بیشتر میدونیم از این حادثه جبه حاکم الان؟ والا بعد از این اتفاق، البته عرض بکنم دیروز دو سوخبر دیگه هم متاسفانه بر اثر شلیک مستقیم نیروی انتظامی کشته شدن در پهره و این مسئله هم باعث یک سری اعتراض شد در این منطقه و به حال نیروهای انتظامی به اون مرحله رفتن برای حالا استقام کنترل این انتظارات. ببینید یک مشکلی که ما متاسفانه در سیستان بلوچستان داریم، دستورالعملی که برای نیروهای انتظامی صادر شده این هست که حتی اگر به خودروی مشکوک شدن هم اجازه تیراندازی داده می شود. بر اساس همین هم هست که ما حداقل در 5 سال گذشته، یعنی از سال 95 تا الان، بیش از 227 نفر کسانی که، حالا این آماری هست که من نمیتونم 100% تایید بکنم، کسانی هستند که در این تیراندازی ها کشته شدن. حالا برخی از اونها سوخبر بودن، برخی هم متاسفانه هیچ در واقع دخلی در بحث سوخبری نداشتند و هیچ گونه یک شهروند معمولی بودن. حالا بر اساس اون زنی که نیروهای انتظامی اینها داشتن، اینها کشته شدن. در حال حاضر هم اعتراضات همچنان در این دو منطقه در جریان هست. ظاهرا تیراندازی انجام شده، ما هنوز اطلاعات دقیق ندارم راستش که حالا کسانی مجروح یا کشته شدن، اما در رابطه با پرونده هایی که تشکیل شده تا الان چندین نفر از خانواده های این کسانی که در طول سالهای گذشته شهروند بودند کشته شدن، هیچ گونه نتیجه نگرفتن و نهایتاً یا پرونده ها مختوم شده است یا به نفع کسانی که شلیک شدن به هر حال رأی حتی صادر شده. آقای نخل احمدی، پس چه راهی وجود داره؟ عملاً اصلا چرا اجازه شلیک داده شده؟ چرا به هیچ نتیجه ای نمیرسه پیگردهای قانونی این افراد؟ چه راهی وجود داره برای اینکه جلوگیری بشه از چنین حوادثی یا تکرار این حوادثی در آینده؟ ببینید، یک اشتباهی که ما الان خب به هر حال خصوصا بعد از اون اتفاق شلیک به سوخبران انجام شد و نزدیک به 10 نفر کشته شدن، یک اشتباهی که معمولا در اذهان عمومی هست این هست که این افراد خودشون مستقلا سوخبر هستند، در صورتی که بر اساس حالا صحبت ها یا پیگیری هایی که من شخصا کردم، بالای 90% این افراد اینها بارکش هستند. الان به هر حال بحث سپاه پاسداران مطرح هست و این افراد به صورت کرایه‌ای در خدمت سپاه پاسداران هستند که برخی انتقال میدن و کرایه سوخت رو میگیرن یا کرایه گراف رو میگیرن. پیش از این هم به هر حال یک مافیایی بودن در دولت یا حتی مافیاهای محلی بودن که اینها برخی از این ماشین ها رو به خدمت میگرفتن و فقط به اینها یک کرایه راه میدادن. پس اینکه ما به اینها یک سوختبر بدیم و فکر کنیم که اینها در واقع همه اونها یک بود زیادی میبرن، واقعا اشتباه هست. اما یک مسئله دیگر این هست که قبلا هم آقای مولوی عبدالحمید گفتن، ببینید بحث سوخبری یک مسئله هست که به حال در نگاه کلان حاکمیت الان مورد توجه قرار گرفته. بحث تحریم ها هست، خصوصا سپاه پاسداران تحریم شده است. دورنمایی هم نیست که واقعا کی قرار هست تحریم های سپاه برداشته بشه. بر اساس گزارشی که چند وقت پیش تجارت نیوز منتشر کرد، روزانه بر اساس در واقع تفاوت نرخ دلار، روزانه بین 400 تا 1000 میلیارد تومان سوخت از مرزهای شرقی کشور خارج می شود و این مسئله خب به هر حال بسیار مورد توجه سپاه پاسداران هست که بخواد حتی به قیمت سرکوب کردن و کشتن شهروندان این مسئله رو در کنترل خودش قرار بده. ممنون آقای نخل احمدی. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورین همراه ما، متشکرم.